دادن ایشون برای یارانشون هست، یک سری اکسیون های هم داریم. اگر شده به اندازه یه اکسی رو بگیرید ازشون، یه جنبه نمایانی بگیرید از این کار کوچیک تو خونه خودتون یا توی اکسیون در شهرتون بذارید گرفته، تا اگر سازمان های حقوق بشری رو که ارتباط دارید هم توی به پشتیبانیشون فرا بخونید، یا اینکه هر گونه چیزی که فکر میکنید یا پیشنهادی رو داشته باشید، ما معلوم میشیم که با هم کنیم به سایه دوستان کنم دوستان این خیلی ممنون هستم خواهش میکنم خواهش میکنم بفرد خواهش با سپاس فراوان و خسته نباشید به همه شما عزیزان خانم ها و آقایان. من فکر میکنم اول باید تشکر کنم چون تعدیق این برنامه به ما رسید و بهترین قسمت قضا شما میدونیم تعدیقش و از همینجا اجازه بدیم من یک تشکر مخصوصی داشته باشم از همایش ایرانیان هامبورگ، جمعیت حمایت از مبارزات مردم ایران، گروه کمیته برگزاری، من میتونم اسمم بیارم، دوست عزیزم برحال ما هم در این قسمتش صحیح بودیم چون از نروژ هستم، آقای وحدانی عزیز، احمد عزیز و همینطور جناب حسن اعتمادی، جناب اسماعیل نوری‌عرا و جناب زاجی. دوستان عزیز خسته نباشید، خسته نباشید چون من میدونم به عنوان یک عملگرا چقدر سخت هست یه همچین برنامه رو برگزار کردن و چقدر سخت هست هماهنگی کردن. یک مهمونی چهار نفره میدونید چقدر وقت میبره. شماها از این همه افراد دو روز به بهترین وجهی به هر حال در خدمتشون بودید و مسائل اصلا مهمتر که من اینجا به همیهنان در سرتاسر دنیا که دارن میبینن این به هر حال برنامه رو خدمتشون بگم، هموطنان عزیز شماهایی هم که همتون سکولار دموکرات هستید با ما بودید، یادتون با ما بود و شما هم من بهتون تبریک میگم چون در این جمع ما از شب تا راست در کنار هم قرار گرفتیم، صحبت‌ها رو شنیدیم، به عنوان یک مدرسه در کنار هم نشستیم و این میتونه یک پیروزی باشه. من از همه شما میخوام دوستان عزیز یاران به افتخار همه کسانی که از همون جشن مشروطه که ما در اصل میخوایم اون رو هم قدردانی کنیم تا به امروز برای رسیدن سکولار دموکراتیک کار کردن و همه کسانی که میخوان زحمت بکشن، کسانی که در جمع ما نیستن، یک دست مرتب بزن. من به دلیل اینکه باز میگم بسیاری از صحبت‌ها شده جناب دکتر مرادخانی گفتن بر نمیگردم چون همه این صحبت‌ها برای حرفی بود که من میخواستم بزنم. اینجا فقط به دو مورد خیلی کوتاه اشاره میکنم. همه که ما میدونیم برای درست کردن یک تابلو پازل به قطعات بسیار زیادی درش احتیاج هست. این قطعات زمانی که شما به هم میچسبونینش هر کدومشون مهم هستن، به دلیل اینکه وقتی شما همه‌شو درست کردید یک قطعش حتی نباشه از دور شما میدونید که یه چیزش کم. بنابراین همه کسانی که در اپوزیسیون هستن، همه کسانی که فعالیت میکنن در هر جایی که هستن، حرکتشون و کارشون مفید هست و وقتی در کنار هم قرار میگیرن اون تصویر تکمیل میشه. فقط چیزی که ما میخواییم بهش برسیم و فکر میکنم در راه درستش هم هستیم این هستش که بتونیم کارهامون رو با هم یکی کنیم، یه مقدار همونطوری گفتن پروژه‌ای کار کنیم. من یکی از افتخاراتم این هستش که در نروژ وقتی تظاهرات یا اکسیونی داریم با همه گروه ها با هم کار میکنیم، به عنوان مثال دوستان حزب کمونیست کارگری، من افتخار میکنم به وجودشون. اینجور همیشه فکر نمیکردم ولی امروز اینجور فکر میکنم چون میبینم میشه در عمل انجام شده. یکی از دوستان گفت خیلی نظرات زیادی میدید ولی انجام ندادید، داریم انجام میدیم. همین بودن شما انجام این کاره. آب در کوزه با من تشنه لبان میگردم، میگن چرا نمیتونید همدیگه رو تحمل کنید، دو روز داریم با هم زندگی میکنیم و هر روز هم که میان هر جلسه هم که میان با تعداد جدیدتری آشنا میشیم. من امیدوار هستم در جلسه چهارم در کنگره چهارم بیشتر با هم نزدیم. انجام مذارت کنم
در کنگره چهارم که به هم نزدیک شدیم، در کنگره پنجم نزدیکتر بشیم و امیدوار هستم اونهایی هم که نبودن دفعه دیگه بیان. و در مقابلش هم برای اینکه بگم ما یک سال صبر نمی‌کنیم تا دوباره بیان، همینجا اعلام می‌کنم با کمک دوستان و یارانمون در اسلو این اکسیونی که یاران و دوستان و هواداران و قرار پشتیبانان جناب آیت الله بروجردی گفتن ما در اسلو انجام می‌دیم تا آخر هم پایان باهاشون هم هماهنگی می‌کنیم، از دیگر دوستان هم می‌خوایم در شهرشون انجام بدیم. دوستان گرامی یک نگاهی به دوروبرتون ببینید چه مهره‌هایی در جنب ما هستن. من اگه بخوام باز اسم ببرم باید ساعت‌ها اینجا باشم، می‌دونم وقتم جایی نمی‌خوام، شما همه خسته هستید. یکی دو تا درشتاشو به قول معروف زبان می‌کنم خدمتتون میگم. خانم میرزا بازرخانه شکوه میرزاده حرکت‌هایی که کردن، کارهایی که کردن، جمهوری اسلامی رو مجبور کرده که در برابرش انعکاس انجام همه ما همیهنان در سرتاسر دنیا برای بزرگداشت و نگهداری از آثار تاریخی خودمون به حرکت دارم. این من دارم با این خبر دوباره بسیار چون گفتم بانوان رو بگیم در اینکه بانوان در سطح اول هستم. در مقابل به عنوان مثال راست میگم، نمیخوام بگم همه جور مهرهای مختلف ما داریم. جناب منفردزاده یکی دیگه از افراد هستن. جناب رفعت دوستان عزیز من فقط میگم دارم نکتههایش میگم، هر کدوم از اینا همین قسمتهای پادن هستن. مثلا کاری رو که یک دورات 3000 نفری میخواد بکنه آقای رفعت و ارتباطاتشون میتونن در 3 ساعت انجام بدن. ما فقط این رو میگم داریم، همچنین نیروهایی رو داریم. و یک مثال آخر میذارم برای اینکه وقتتون بیشتر نگیرم، معمولا برای پیدا کردن بازیکنهای خوب میرن در تیمهایی که دارن بازی میکنن میگردن ببینن چه بازیکنهای خوبی هست. این جلسات، این دوره هم بودنهای ما برای اینکه این بازیکنهای خوب رو پیدا کنیم، برای اینکه این مربیای خوب رو پیدا کنیم، برای اینکه در کنار هم قرارش بودیم تیمی رو درست کنیم که بیشترین نتیجه رو ازش ببریم. ما داریم این بازیکن‌ها، ما داریم این افراد. و همینجا باز یک بار دیگه از تک تک عزیزان و دوستان و یارانی که فکر میکنن تنها میشه کاری انجام داد تقاضا میکنم فکر کنید ببینید دنیا امروز به صورت جمعی کار میکنه، ما جمعی میتونیم کارهای خیلی بیشتری انجام بدیم. دوستان و یاران عزیز، من برای اینکه این هم کار شما رو راحت‌تر کنم، هم کار خودم و هم یه سنت شکنی هم کرده باشم، خودم میخوام 3 تا سوال از همتون بکنم. این سوال ها رو در راه که داریم میریم منزل یا حداقل تا چند روز دیگه برای خودتون سوال جوابش رو پیدا کنید. چون من همون موقعی که میخواستم بیام صحبت کنم یه فکر کردم من در جمع استادان چی بگم، هر چیزی میدونم امروز یا از نوشته هاشون یا از سخنرانی هاشون یا از کتاب‌هاشون یا از حرکت‌هاشون یا با بودن‌هاشون یاد گرفتن. ولی این 3 تا سوال رو امیدوارم بتونیم یه مقدار در موردش صحبت کنیم. این گذر عمر چیکار می‌کنه؟ ما قبل از 2 کیلومتری همش رو می‌بینیم و هم باید این حد بزنیم. ولی خب این هم باز خودش مثبته. عزیزان، همیهنان، چگونه می‌توانیم با امکانات موجود و بر اساس اشتراکاتمون با هم کار کنیم؟ چون اختلافات باید داشته باشیم. این خوب از اختلاف داشته باشیم. من امیدوارم همیشه این اختلافات وجود داشته باشه، برای اینکه برای همین ما چپ و راست داریم، برای همین حزب‌های مختلف داریم. ولی در برابر با داشتن اشتراکاتمون چجوری میتونیم با هم کار کنیم؟ سوال دوم، چگونه میتونیم با نگاه رقابتی، با نگاه رقابتی که درست هم هست، همه باید برای قدرت سیاسی کار کنن، با نگاه رقابتی همونطور که بانو و اوبراد گفتن که کاملا ملوزه و باید اینطور باشه، باز بتونیم با هم همکاری کنیم. یعنی امروز بتونیم به عنوان مثال این حزب رقیب اون حزب، ولی در یک پروژه با هم میتونیم کار کنیم، فردا دوباره رقابت ما ادامه بدیم. سوال سوم، آیا میتونیم با حفظ استقلال گروهی و تشکیلاتی و با توجه به اختلافات متعدد که باید هم وجود داشته باشه با هم همکاری کنیم؟ مطمئنا میتونیم. پیام آخر برای شخص علی خامنه‌ای هست در جمهوری اسلامی. من و ما دست تک تک این دوستان رو باز مجبورم یکی دو تا مثال بزنم. اسماعیل نوری علا، دکتر اسماعیل نوری علا رو می فشارم و خیلی هم بهش نزدیکم. همینطور بقیه این گروه های اپوزیسیون که اینجا بودن، چون همه ما بر علیه تو و بر ضد تو هستیم و این رژیم رو پایین خواهیم کشید چون با هم هستیم.
صحبت از پژمردن یک برگ نیست. وای 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 جنگل را بیابان. سپاس بازم یک سوال هم داریم. من که این کنم کسی هستی سوال بکنیم با این نگاه مستقی که دارم تحقیل بکنیم. آقای مهدر با آقا من آقای نبیل فاضل پنج سال بکنیم. شما نفر آخر خانم بود. بعد از آقای. اون شاید خود کلا بسی کنی یه لحظه فرصت بدیم. ابو کریمی عزیز منم با شما رو بسی کنم بدیم. نمیزد مثلا آقای نوران نفر آخر برای به اصطلاح جنبندی ارائه داده. آقای فاضل بفرمایید پنجره. شیوه سکولاریسم به ویژه در جهان سیاست یعنی کنار گذاشتن افسانه و افسون‌زدایی و افتقرگرایی. برای همین من هر چیزی دارم برای شما میگم خیلی خشکه و حوصله سربره. برای همین من میخوام یه سنت شکنی بکنم. اگه که بپرسم اگه میشه یک کاربرد یا در این تلفاز بکنیم در اینجا من نمیتونم امکانش نیست. درباره آقای دکتر نوری عرب که فرمودن که تکتورشون مرسه در این زمینه خواستم همدردی گرد باشم با ایران و این چیزی که آقای خب گرمی شهرستانی ما نوشته بودیم چاره که شد کنم باید میشه بعد دوم سنبار پارسال در همین زمین من خواستم در این زمین چند دقیقه با شما گفته رو بکنم. به عنوان یک پزشک باید بگم که من به خودم نمیتونم اجازه رفتن هیجانی باید برم بوده. یعنی شما وقتی میبینید که یک ماشین تصادف کرده پنج نفر اونجا افتاده همیشه میگن نه رو طرف اون کسی داره گریه میکنه داد میزنه برو اول به اون کسی دیگه صداش در میاد آدم تلاش بکنه که باید به دوری از هیجان واقعیت رو بسنجه و ببینه که چه کاری لازمه چه کاری لازم نیست. به این اول میاره که من آرزوام چیه چه چیزی دوست دارم باشه رویاهایی که دارم چی هستش. ما وقتی که مثلا که کار با روش سکولاریسم جلو بریم باید ببینیم که چیکار بکنیم که تک تک شهروندان کشور ما بهروزتر از امروز بشن. و حالا مثلا کار جنبندی بکنم ما دو قطب داریم در گفتمان خودگرایی. یکی مرکزی گراییه که تاریخچه‌اش اگه ما بخوایم بگیم در چند سده گذشته که ما داشتیم شما ببینید موقعی که دولت صفوی و منصره ها به هر دلیلی تلاشی کرد برای یک پارچه کردن دیدگاه ها و یک مرکز گرایی و این آخر به اونجا کشید که در بخش ها گرد بزرگ کشیدیم افغانستان که دست دولت کتر بهش میرسید و نمیخواستن اون دین و مذهب و اون سبک زندگی مرکز رو بپذیرن. آخر تونستن اونها بیان
و فرمانروایی صفوی هم از بین ببرد. ولی این برای ما دست عبرتی هم نشد. شما ببینید در زمان قاجار برخورد یک رنگ کننده و مرکزگرا باعث شد فرمانروای گرجستان به روسیه دست دامن شد و این آغاز پایان ایران را افغاز شد و کم کم روزها آمدن جلوتر و جلوتر. این چیزی که ما در تاریخ خودمون داشتیم. در سده 19 هم در آغاز سده 20 هم در کشور فرنگ که الان بینش هستیم این ایده بیشتر پروش پیدا کرد که همرنگی به اتحاد هویت ملی بیشتر میانجامه. من روشه بیشتری دارم نریزن نردار در فرانسه شما میدونید که ما فقط یک زبان داریم در واقع. اون به دوره گذشته بر هم گردیم هم شما رجام نمیدرشته دیگه در این زنی ندارم. ولی این به ایران هم نفوذ کرد. نه فقط به ایران. به کشور که ترکیه نام گرفت هم نفوذ کرد. که گفتن که ما برای یک هویت ملی درست بکنیم ما میگیم ما از اون بعد همه اینجا ترک هستن. اگه کسی کارش میگفتن ترک از اون بعد ما بهش میگیم ترک بودی. ارمنی هم نباشن. در زمان اساس مشروطه در ایران هم با این رویکرد روبرو بود. این نمونه‌های یعنی جنبه‌های منفی مرکزی را دید. در قطب برابرش که فدرالیسمه دلایلی که براش می‌آورن که چرا ممکنه که زیان آور باشه اینه که میگن چه شهرهای که بزرگی ایران رو داشته باشن فقط در اونهای فدرالیست محقق بوده که در آغاز فرمانروایی های جداگانه‌ای بودن که تصمیم میگیرن که دوره هم به یک کشور تبدیل بشن مانند آلمانی که ما در اصل میبینیم مانند ایالات متحده آمریکا که این فرمانداری های کوچک تصمیم میگیرن بیان ما با هم یک کشور بشیم کشورهای دیگری که بعدها فدرال شدن به تجزیه گرایی بود اینا از نظر تجربی اینو میشه باز برمیگردم به دیدگاه سکولار ما. ما نمیتونیم بپذیریم که واحدهای خودگردان بر پایه نژاد یا مذهب بنا بشن. این مخالف سکولاریسمه. چرا من اینجا یک نمونهش رو آورده بودم؟ چون میگم ما باید مشاهده بکنیم. سلیقه ما نباید مؤثر باشه. این گزارش اگه باز بشه امنستی اینترنشنال در امسال از اقلیم کردستان در عراق ببینید یک اقلیمی درست شده یک واحد خودگردانی درست شده که پایه هویتش کرد بودن و همین هر چقدر ما انسان‌های پاکی باشیم من جایی ندیدم که این بتونه بر این پایه بمونه بدون اینکه اگه کسی عرب باشه یعنی شهروند درجه دو این معنی شاید اینا رو درست خون یا نه که ده ها هزار تن چون عرب زبان بودن چون عرب تبار بودن چون اعتقاد بر این بوده که صدام حسین اینا رو کوچانده به سرزمین‌های ما خونه های اینها ویران میشه یعنی ما چیکار می‌کنیم ما برای چی فدرالیسم رو می‌خوایم ما برای اینکه تبعیض کم بشه شما دیدین در سربرگ تانمای حزب سکولار ایران ما شعار ما خردگرایی، ارجمندی انسان و تبعیض زدایی. ما الان دنبال یک رای هستیم که تبعیض کم بشه. ما دنبال یک رای هستیم که هیچ کسی در ایران خودش بر شهروند درجه دو به شما رو نیاره. بدبختانه اگه ما این واحدها رو بر پایه یک نژاد یا یک مذهبی بذاریم، ما اومدیم متمرکز کردیم تبعیض رو به یک محدوده جغرافیایی کوچیک‌تر. و از این به بعد میگن که اگه میخوای اینجا باشی باید نژاد X زبان Y و مذهب Z رو بپذیری وگرنه تو شهروند درجه دو هستی برو همجا که صدام حسین از اونجا آورده اینجا من این میگم ما بعد بزنیم کنار چه چیزی در رویاهای ما بسیار زیباست بعد ببینیم که در جهان چه اتفاق دور افتاده جناب فرزاد هشت یک کسی آقای رفت فهمودن گفتن که حزب‌ها باید طراحی بکنن یعنی ما فقط نباید شعار بدیم دوستان دیگه از کجور گذاشتن نسخه پیچیدن من اصلا باش مخالفتی ندارم
دیدگاه حزب ما اینه که ما باید ببینیم که ما واحدهای خودگردان باید چه اندازه‌ای باشن که با این دردسر روبرو نشیم. شما ببینید در ایران ما تجربه اینو داریم در تاریخ جدیدمون که درون استان زنجان اختلاف افتاد موقع جدا شدن استان قزوین که پس از اون پدید اومد. یعنی استانهای ما مرزهاش اونجور مشخص نمی کنه که کی میتونه با کی کنار بیاد. ما یک استان بزرگی داریم به نام سیستان و بلوچستان که من میتونم بپذیرم که مطمئنن مشکلات چابهار با مشکلات زابلستان خیلی فرق میکنه. یعنی شما نمیتونید از زابل بفهمید که چه چیزی نیاز مردم چابهاره. یعنی شما باید واحدها رو به شکلی ترتیب بدیم که با معیشت مردم همخوانی داشته باشه. ایجاد استان‌ها و ایالت‌های سرهمبندی شده، یعنی بیان بگیم از اول مثلا استان اردبیل و گیلان یکی می‌کنیم که درش مثلا یک نژادی برتری بر نژاد دیگر نداشته باشه، اینها از دید من، از دید ما در حس پاسخی نمیده. من بعد عادت بکنم مثل شما از وقت حس بیدم. چیزی که به نظر میاد اینه که اگه که ما واحدهای خودگردان رو به اندازه شهرستان ها کوچک بکنیم، شهرستان خوبیت نژادی نداره. شهرستان ها این خوبی رو دارن که شما اگه که دیدین که در این شهرستانی که کار میکنیم حقوق شما انجام نمیشه، امکانش رو دارین بگین من 5 کیلومتر اون برتر میرم دکونه آغاز میکنم. در استان نمیشه این کار رو کرد، در ایالت نمیشه این کار رو کرد. شما وقتی که در استان همدان هستیم نمیتونین معذرت بگیرین استان زنجان کار میکنم، یعنی برای روزی 120 کیلومتر رانندگی بکنم. نمیدونم دوستان علاقه دارن گوش بکنن. از دید ما طرح‌هایی که میدیم اینه که از دیدگاه مالی ثروت‌های خداداد کشور مانند نفت، مانند فرکانس‌های رادیویی، مانند حق پرواز بر فراز کشور، اینها دارایی ملی هستن. یعنی تمام اینها وقتی که فروش میرن، نفت ایران وقتی که فروش میره، بعد این پول بین تمام شهرستان‌ها بر پایه جمعیت شهرستان‌ها تقسیم میشه. چیزی که هست ما باید امکان رقابت بین شهرستان ها رو بدیم و اون رو میشه همونجوری که ما این تجربه رو در کشورهای مثل سوئیس داریم، کشورهای مثل نروژ داریم، بر پایه امکاناتی که یک شهرستان میذاره برای این که در اون شهرستان ها بشه بهتر داد و ستد انجام داد برای نمونه، این همیشه باعث پاداش به اون شهرستان هم میشه. یعنی شما فرض کنید اگه یک پالایشگاهی داریم در آبادان که باعث میشه که چند هزار نفر در اونجا کار میکنن، مالیات بیشتری هم به این میرسه و این مالیات دست کم بخش بزرگیش به همون شهرستان تعلق میگیره. این جدا از اون نفتی که از زیر زمین در میاد، به خاطر اینکه عملی نیست اگه ما مثلا ثروت‌های خداداد رو بگیم که هر منطقه‌ای برای خودش داره. ولی برای اینکه یک شهرستان انگیزه داشته باشه برای رقابت با شهرستان‌های دیگه، برای اینکه بیاد کیفیت زندگی شهروند خودش رو بهتر بکنه، نه که من اینجا روی نفت نشستم در حال من پولم میرن میاد، بلکه کاری بکنه که مردم دوست داشته باشن اونجا کار بکنن، باید یک بخشی از مالیات اون چیز داد و ستد به اون تعلق بگیره. و این در کل طرح ما جنبه‌های دیگه ای هم داره. اگه کسی علاقه داشت بود در انتظار تشکر، ممنون از شما. خانم رازی، دوری من فقط کنیزان رو هستم بگم که وزیفه تمام مخالفین گروه احزاب دا خوشه، نه یک ساعت شما دیدی من 8 دقیقه وقت داشتم تا آن رو به احزابم. فقط هستم بگم وزیفه همه است که واقعا از مدار ایور کرد به
مدتی سی افسال که سرکوب رو تعمل کردن و کمک کردن به تمام احزاب ایرانی دفاع کرد و هر جایی که هر ایرانی وقتی ما میگیم کردستان ایرانه و ایران کردستانه مگه میشه که حزب دموکرات باشه اصلا بر اساس اشتباه میخواد مبارزه مسلحانه بکنه حق حقوق سیر پاک گرفته شده و حکومت استبداد دینی است و سرکوب میشه چجوری میشه که ما از اینها حمایت نکنیم ولی از گوشه گوشه جنبش های اجتماعی ایران حمایت بکنیم وظیفه است اگر خاک کردستان خاک ایرانه ما از همه این جنبش هاش باید حمایت بکنیم به نظر من البته صدا میدونم بودنیم و ما باید تقویتشون کنیم ولی واقعا چرا نه مبارزه اگه قرار علی ایران شروع بشه ولی میشه مبارزه بدون یک حرکت مسلحانه در سر آخر علی نظام جمهوری اسلامی برای انداختنش انجام بگیره امکان نداره و کردها به نظر من اگه حمایت تمام اپوزیسیون رو شامل بشن بزرگترین نیروی انسانیه که به ما نیرو میدن و از ما حمایت میکنن و ما باید از کردها حمایت میکنیم تا به طرف نیروهایی که قصد دارن تحریکاتی رو علی این سازمان احزاب انجام بدن که شما استقرار پیدا کنیم مانند کردستان عراق و ما اگر خاک خودمون میدونیم و اینها رو ایرانی حساب میکنیم در همه حال باید حمایت کنیم همین رو دارم خیلی ممنون خیلی متشکرم حالا این از تو خوش من نمیام ولی بگم واقعا از این خوشحال میشم من که در خدمت شما هستم گذشته یه بزر استریپیز میکنم 74 سال چهار عمل جراحی دارم الان هم میبینید که از 80 کیلو به 87 کیلو آمدم همش هم تو کردستان شده افتخار میکنم مملکت من کشور من اینقدر از خاکش هم به هیچ دنیای امن هیچ کردی نمیده نه فقط من اصلا شخصا من تاریخ خواندم اساسا بنده اعتماد دارم که کرد چیزی غیر از ایرانی نیست از این موضوع خیلی متشکرم خیلی ممنونم ولی این وسط امشب تو چهار سال پیر دوستان عزیز، نفر آخری که حرف بزنه آقای دوری عباس آقای امیتانی خدا بسوش میدونم احیانا بعضی دوستان درشون میخواد بازم صحبت کنم ولی این میمونه برای چند سال شما باید همه این دوستان عزیز، اگه ممکنه به تشریف یاری که چرا به رفت عزیز چشم، ما منتظر شما هستم خواهش بله همسی فرگستی بود مارا سهر نه سی سر بگو 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 درم جمع میکروفون بدید به من دوستان آقای عباسیان یکی از زحمت کشترین اعضای این جلسه بود میخواد سی سال یه صحبت بکنه برای اولین بار خانم مرادی کردم هست هم کرد هم ایرانی آقای موجز دوستان، آقای فتحایی، توجه بفرمایید من اسم این دوستان رو نمیدونم که آخرین بار که صحبت کردیم آقای آمید خواستم بگم صحبتی که درباره کردستان عراق کردید خیلی بی‌انصافانه من صحبت نکردم من فقط در اثر شما گفتید دیگه شما که با من بسید من فهمیدم شما از هم تو بگم من خودم سال سال زندگی کردم خودستان عراق اخیرا چاکنه کنم مستند درست کردم و کاملا این چیزی که شما گفتید کاملا صدر شده برداره اصلا اینطور نیست اولا یه اقیم جلو شده کاملا داره با کشورهای پیش رفته جلو میره و اصلا این چیزی نیست که مثلا عرب بیاد اونجا یه عکس شما نشون داده در نمال کدوم سایته ولی الان بله کاش که شما میگفتید که مثلا همون موقع حکومت صدام 180 هزار نفر کرد و انفال کرده شاید اگه هر جای دیگه دنیا بود یک نفر از اون کسایی که انفال کردن راه نمیداد ولی الان امن‌ترین جای عراق کردستان و کاملا دارن با هم زندگی میکنن کاملا میتونن خونه اجاره کنن کار کنن و حتی ماهیونه ما 300 دلار به هر خانواده عربی که اونجا
به اصطلاح آوار شده دارن میدن، یعنی کاملا خیلی بی انصافی هم دارن نگرد من این توضیح ها ندارم. مرسی مرحبا مرحبا عزیز دوبیل آماده هست؟ مبلوب آمیدو بفرمید دوست بدیم مثل احساس جنبندی بگید که اولا با توجه به هموطنان رو هم دارن نگاه می کنن این برنامه رو ببینید که چه جنبندی رو میشه از اینجا هستید. من محدثی حرف زیادی ندارم، فقط چون در تشکیل چهارمین کنگره است و یواش یواش سنتی به وجود آمده، ما معمولا در پایان هر کنگره ای میشینیم فکر میکنیم که چه محصلی داشت این کنگره و ما این رو چگونه میتونیم ببریم برای ادامه کار. در نتیجه من از جانب کمیته برگزاری دارم این عرایض رو خدمتتون عرض میکنم. به نظر من سه تا مسئله رو باید از هم تفکیک کرد. نخستینش اینه که یکی از آرزوهای ما این بوده که هر بار که کنگره داریم در طول کنگره خبر برسه که سازمان‌های سکولار دموکرات جدیدی به وجود آمده. ما فکر می‌کنیم که این کنگره باید مادر این سازمان‌ها باشه. به همین دلیل هم در کنگره‌های مختلفی که داشتیم خبر آمد، نمی‌دونم بیانیه خوندن از جانب تولدهای جدید در اردوگاه سکولار دموکراسی. امسال هم خب عرض کنم که هم دوست عزیزم دکتر نوید فاضل در واقع اینجا حضور پیدا کرده و خبر میده، مژده میده که حزب سکولار ایران رو به وجود آوردن. همین که آقای یزدیان عزیز در اینجا خبر اعلام موجودیت حزب سکولار دموکرات ایرانیان رو دادن. برای ما میتونیم بگیم که کنگره ما دو تا تولد داشت. اما نه حزب آقای نوید و نه حزب ما ربطی به این کنگره داره. این کنگره برای خودش یک موجود مستقل نیست و تشکیلات سیاسی نیست. موضع گیری سیاسی نمی‌کنه و برای ترویج اندیشه سکولار دموکراسی به وجود آمده. در پایان اواخر پایان جلسه آقایی که اینجا تشریف آوردن عوضی گرفت قضیه رو و شروع کرد نقد این حزبی که اخیراً به وجود آمده، حتی اعلام هم کرد که من البته اسناد حزب رو نخوندم ولی من نقدم رو میکنم. کاری ندارم. عرض کنم که بنابراین خب این یکی از محاسن این جنبش سکولار دموکراسی و عرض کنم که کنگره سالانش این بود که مژده تولد سازمان‌های جدید سکولار دموکرات داده شد. نکته دوم آن است که ما اینطور برداشت کردیم که دوستان ما علاقه دارند که کنگره پنجمی هم وجود داشته باشه و ما در واقع عرض کنم که اینجا کار رو خاتمه ندیم، با اشتیاق بریم دنبال اینکه وسائل برگزاری کنگره پنجم رو در یکی از شهرهایی که حالا دوستانی داوطلب خواهند شد و مسائلی هست و بریم پول جمع بکنیم و غیره رو انجام بشه. بنابراین این هم برداشته به نظر من خوبی بودش که این بازخوردی که از این ماجرا گرفت. سومیش هم به نظر من این بود که در واقع میشه گفت من ندیدم هیچ کدوم از شرکت کنندگان در اینجا و حدود 30 نفر 35 نفری که آمدن پشت این میکروفون و صحبت کردن، ندیدم که میل به جدایی داشته باشن. همشون میگفتن که ما باید، حتی من تعجب کردم، مثلا اونطور با ضرس قاطع خانم مینا احدی راجبی صحبت میکرد که ما باید با همدیگه همکاری کنیم، باید دست به دست هم بدیم و غیره. یعنی این میت، این اسطوره که راست و چپی وجود داره که اینا دشمن خونی هم هستن، به نظر من در این کنگره نشون داد که چنین چیزی نیست. از اون مهمتر این که
رفته رفته این پذیرش رو من حس کردم وجود داره که حتی اگر حکومت اسلامی فرو بپاشه و ما به ایران بریم و احزاب خودمون رو اونجا تشکیل بدیم، ما قصد از بین بردن حزب دیگر رو نداریم، بلکه میخواییم با برنامه های مشخصی بریم جلو، به مردم بگیم که آقا برنامه حزب من اینه و یکی اونه، مردم بیان نگاه بکنن توی این بازار مکاره عرض کنن که برنامه های سیاسی و غیره، یکی رو انتخاب بکنن، 4 سال هم زمان اختیار مملکت بدن دستش، بعد از 4 سال هم اگه ناراضی بودن بگن بفرمایید بریم. در گذشته شما چنین گرایشی رو نمیدید در از احزاب سیاسی. همه احزاب سیاسی طرفدار دموکراسی یا انتخابات یه دفعه ای هستن. یه دفعه انتخابات میکنیم، ما رو رئیس میکنیم، ما دیگه پایین نمیاریم از خلافات. این به نظر من این اسطوره هم اینجا شکسته شد و این تمایل به وجود آمد. آقای عرض کنم که دکتر آهی هم پیشنهادشون این بودش که باز در جهت همکاری و با هم بودن که بیان به جای این که کار بزرگ بخوام بکنیم، بیان پروژه های معینی رو انتخاب بکنیم و در ظل این پروژه ها با هم دیگه همکاری بکنیم. آقای دکتر مرادخانی هم در واقع در همین مسیر صحبت کردن، یعنی پیشنهادشون پروژهشون این بودش که بیان راهی پیدا بکنیم که در زیر عنوان های معینی دور هم جمع شیم، تمرین با هم صحبت کردن. اما چیزی که مفقود بود در این ماجرا از نظر من این بود که ما آلت اجرایی این فکرها رو هنوز به دست نیاوردیم. به همین دلیل فکر کردم که از شما دوستانی که این 2 روز با تحمل کامل نشستید و در واقع بدنه این کنگره رو تشکیل میدید، از جانب کمیته برگزاری بپرسم که آیا شما به ما مأموریت میدید که اجرای این کار رو ما انجام بدیم، بدون اینکه بخوایم رئیس باشیم، بخوایم سنتر آف یونیورس باشیم از این حرفا، بلکه عنوان کسانی که تو کار اجرایی به هر حال این توفیق رو داشتن که شماها رو دور هم دیگه جمع کردن، پس از این کنگره ما ببینیم و برای همه این کسانی که از یا عضو حزبی هستند یا به نمایندگی حزبی آمده بودند یا پیام فرستاده بودند، یک نامه بنویسیم که ماحصل این کنگره این بود که همه توافق داشتند که دور هم بنشینید، بنابراین نمایندگان خودتون رو تعیین کنید، بفرستید یه جایی رو تعیین می‌کنیم، حالا روی اینترنت واقعی به طور فیزیکی، و اینها بشینن با هم دیگه شروع کنن اون کاری رو که گفته میشه. به هر حال ما به نظر من مثل باغونایی هستیم که یه درختی رو داریم میکاریم، امیدواریم که بزرگ شد. شعر مشهوری هست میگه که دیگران کاشتند و ما نتونستیم بخوریم. ما میکاریم شاید دیگران بخورن. ما که گذشت عمرمون در قربت و حسرت وطن، ولی امیدواریم که این نهال سکولار دموکراسی بتواند رشد بکند و آینده ایران رو تعیین کند. در پایان عرایزم دوست داشتم که یک پاراگرافی رو که در فیسبوک بهش برخوردم برای شما بخونم و عرایزم رو در پایان اون خاطر بدم. این پاراگراف رو یه آقایی نوشته به نام میلاد آقایی که الان هم اونجا نشسته، بلندش رو ببینید. جوانی که 5 ساله 6 ساله عاشقانه و صمیمانه در راه سکولار دموکراسی فعال بوده، جوان دانشمند و مطلعی که از لحاظ تکنولوژی از همه این حرف، ولی ببینید چی نوشته. میگه هرچه به خودمان میاندیشم میبینم ما آن آدمهای ویژه‌ای هستیم
که نمیتوانیم در چارچوب آدم کوچولوها بمانیم. ما به آب میزنیم، به آتش، ما هم پای هم راه میفتیم. بارها گفتم اگر راه نمیروید، بودن دیگری شما را به راه نمی اندازد. اگر چشمهایتان را از نوک پایتان بالاتر نمی آورید، هر کسی در کنارتان باشد، باز هم سنگ ریزه های میان گام های کوتاهتان همه نگاهتان خواهد. اما برای آنها که در راهند، همراه که باشد امید می آورد، راه های نو پیدا می شود، گام ها را بلندتر می گذاریم. آری این ماییم که در راه یگانه ای که می رفتیم یکدیگر را یافته ایم. ما امید خورشیدی هستیم، ما امید خورشیدی هستیم که روزش هنوز نرسیده. چشمهایی هستند که بیان که بدانیم از دیدن ما شور گرفتند و پی ما افتادند. دست خودمان نیست، همیشه خیلی ها برای داستانهای شورانگیزشان دنبال ما میگردند. همه این آدم هایی که از سر و کول هم بالا می روند تا یکی از دیوانگی های ما را از بر کنند و شبی پیش از خواب آن را به دیگران بگویند. امیدوارم که همیشه آرزو کردیم در پایان هر کنگره ای که امیدواریم کنگره بعدی ما در تهران برگزار بشه. اما هر کجا که کنگره ما برگزار بشه، اونجا تهران خواهد. شب و روز مرسی از همه شما که قرار معرض کردید، همکاری کردید، این کارگران تونستید با موفقیت به پایان برسید. از همه دوستانی که زحمت کشیدن تشکر میکنم، به سمت خداوند دوست آقای دانشی عزیز که تصمیمشون در اینکه صحبت شما رو پیش اعضا برسید. خیلی زحمت کشید، از آقای مهران عباسیان ایشون هم در این مرحله زحمت کشید. از همه شما عزیزان تشکر میکنم. دوستانی که در هامبورگ محبت کردن، همکاری کردن، آقای هاشمی، آقای دهقان، آقای بختیاری، آقای گلدربایی و سایر دوستان دیگه. از همه شما از دل تشکر می‌کنم. من گستاخی می‌کنم، امیدوارم ما را آینده در کل میزبان شما باشیم. خیلی ممنون.